سلام دوستان گرامی، روزتون بخیر. در کنار هم هستیم با بوگن سوم قسمت B که 10 تا سوال هستش و این سوالهای خوندشوف رو با هم دیگه کار میکنیم. اولین سوال یک ویدیو هستش، ویدیو رو با هم دیگه نگاه میکنیم، در یک خیابون هستیم و مسیر رو همطور داریم ادامه میدیم تا به یک تقاطع میرسیم و میخواییم بریم سمت راست. زمانی که میخواییم بریم سمت راست، اگر نگاه کنید از مقابل داشتش یک خانومی میدوید و میومد به سمت مسیری که ما داریم میریم. حالا اینجا سه تا گزینه گذاشته و سوال پرسیده که وی فهالتن زی زیر یز غیشتیش، چه رفتاری از شما صحیحه؟ اولین گزینه گزینه‌ای هستش که میگه ایش فاغه اون فهندت وایتا. وایتا یعنی ادامه دادن، اون فهندت به معنی بدون هیچ تغییری هستش، من بدون هیچ تغییری ادامه میدم. دومی گزینه ایش حالت ان حالت نگه داشتن هست، ایش حالت ان. و گزینه آخر ایش شلوینیگه، ایش بشلوینیگه به معنی این هستش که من شتاب میدم به ماشین، سرعتمو بالا میبرم. همونطور که دیدیم یک خانمی داره میدوه به سمت مسیری که ما هستیم، پس بهترین و عاقلانه ترین کار این هستش که ما ماشین رو نگه داریم. گزینه ایش هالت آن، گزینه دوم صحیح هست. در سال دوم سال اومده واقوم کن دست فاغن اونتا سایتروک گفلیش زین، چرا میتونه رانندگی در زمانهایی که ما خیلی وقتمون محدوده و تو فشار زمان هستیم، سایت زمان هست، دروک فشار، ما وقتمون خیلی کمه، گفلیش میتونه باشه، خطرناک یعنی گفلیش میتونه باشه. وایل بای فاتن اونتا سایت دروک هایفیش، به این معنی که اغلب در زمانی که راننده ها خیلی زمان کمی دارن و با عجله رانندگی می کنند اغلب چی میشه؟ هایفیش اغلب سه تا گزینه داریم. اولین گزینه این هستش که گفاق اونتشتس ورده، اونتشتس دوستان به معنی دست کم گرفتن هست، اینجا گفاق اونتشتس ورده، خطرها خیلی دست کم گرفته میشه. دومین گزینه گزینه ای هستش که میگه دیفنزیف گفاغن وید، به این معنی که خیلی حواسشون هستش، حالت دفاعی رانندگی میکنن. دفنزیو به معنی دفاعی رانندگی کردن هست، یعنی تمام جوانب رو در نظر میگیرن و طبق اون رانندگی میکنن. و گزینه سوم سو شنل گفاغن وید، و گزینه سوم معنیش میشه که خیلی شنل سریع رانندگی میشه، که مسلماً زمانی که آدم وقتش محدود هستش، تو فشار زمان هست، خیلی سریع رانندگی میکنه و خطرها رو اونتاشتس میکنه، یعنی خیلی دست کم میگیره. دو تا گزینه اول و سوم صحیح هست. سوال شماره 3 هم باز یک ویدیو هست که ما ویدیو رو با هم میبینیم، داخل یک بزرگراه یا همون اتوبان هستیم، در کنارمون یه ماشین آبیه و دو کامیون در مقابلمون به رنگ سفید و سبز هستن، ماشین آبی داره سرعت میگیره. حالا از ما خواسته شده که به سوالات پاسخ بدیم که چه چیزی رو باید احتیاط کنیم و مواظب باشیم. وقاف موسن زی زیش یس اینشتلن، چه چیزی رو در نظر بگیم. دست ده اولین گزینه وایس الکاوی بشلوینیکت، ما در ویدیویی که با هم دیگه نگاه کردیم ماشین سفید به صورت ثابت داشتش رانندگی میکردش، ماشین سبز داره سبقت میگیره. و گزینه دوم او با هول فارگنگ دسک گرونن الکاویس لینگا داوات، لینگا داوات، لینگا یعنی طولانی، داوات مدت است، مدت طولانی. این او با هولن سبقت گرفتن کامیون سبز رنگ طولانی بشه، زمان زیاد بشه. و اما گزینه آخر بلاو پیکاوی سوم او با هولن انزیتس، به این معنی که ماشین آبی رنگ احتمال داره که بیاد و بخواد جلوی ما سبقت بگیره. در بین گزینه ها گزینه طولانی شدن کامیون سبز سبقتش زیاد هست، اون رو تیک میزنیم. و همچنین بله، تو ویدیو داشتش سرعت میگرفتش ماشین آبی، پس ما احتمال میدیم که بخواد سبقت بگیره، اما کامیون سفید داره به صورت ثابتی رانندگی میکنه. پس دو گزینه، گزینه 3 و همچنین گزینه 2، گزینه های صحیح هستن.
در سوال شماره 4 ما باز هم یک ویدیو داریم. همطور که می‌بینید در داخل یک خیابون شهری هستیم و ماشین‌ها در خیابون‌های اطراف پارک هستند در فرعی و ما همطور که می‌بینیم جلو یه جای خالی هستش که می‌خوایم ماشین رو در اون سمت راست پارک بکنیم. اما جلوی ما اگه توجه کنیم یه ماشین آبی رنگ داشت، چیکار می‌کرد؟ راهنما می‌زد. حالا بریم سراغ سوال و گزینه‌ها. زیمشتن am rechten Fahrbahnrand parken. Wer hat in dieser Situation Vorrang? Vorrang یعنی حق تقدم داشتن. Wer hat in dieser Situation Vorrang یعنی که چه کسی اینجا توی این موقعیت حق تقدم داره. Sie möchten, شما میخواید چیکار کنید؟ Rechten, سمت راست این خیابون parken, park کنید. سه تا گزینه داریم. گزینه اول keine hat Vorrang. Wir müssen uns verständigen. پشتن دیگه یعنی همدیگر رو بفهمیم. کاینه حد فوقان کیش کس حق تقدم نداره. ما تنها رایمون این استش که همدیگر درک کنیم و یه تصمیمی بگیریم. گزینه دوم ایش هبه فوقنگ. من حق تقدم دارم. گزینه سوم در بلاو پیکاوی حد فوقنگ. ماشین آبی رنگ حق تقدم داره. اگر توجه کنید قبل از اینکه ما برسیم داشت راهنما میزد و در عقب میومد داخل. پس چیزی که درست هست این هستش که ماشین آبی حق تقدم داره. دبلای پیکاوی هد فوقنگ. گزینه 3 صحیحه. سوال 5. زی فاقن آف در آتوبان اوند هبن دی آوزفت فپس. فپس یعنی این که شما رد میکنی. وی فقطن زی زیش غیشتش. Sie fahren auf der Autobahn. شما دارید توی یک اتوبان یا بزرگراه رانندگی میکنید. بعد دوستان آسفالت خروجی هست. آسفالت رو چی میکنید؟ فرپسن میکنید. از دستش میدید، جا میمونید، جلوتر میرید. حالا میگه وی فهاتن زی زی ریشتیش. اینجا چه رفتاری از شما صحیح هست؟ گزینه اول ایش هالت آف دن زایتن شترایفن اوم دی ویتر فاتشترکه سو پلانه. به این معنی که ایش حالت من نگه میدارم در خط کناری اتوبان و چیکار میکنم؟ وای تا ادامه میدم برنامه‌ریزی سفرم رو، پلن برنامه‌ریزی کردن هستش. گزینه دوم میگه ایش فاخ آف دم زایتن شترایفن زروک. زروک یعنی برگشتن. ون دی آوسفات ونیگر از 100 متر انتفرت است. من برمیگردم اگر که چی؟ ونیگا کمتر از 100 متر فاصله داشتم به آسفالت. اگر که در این حد کم بود میتونم من برگردم و دوباره به مسیر آسفالتم ادامه بدم. و گزینه آخر ایش فاق ویتم اون فلسه دی آوتوبان آن اینا در نیکستن آسفالتن. به این معنی که من به رانندگیم ادامه میدم و چکار میکنم؟ از آسفالت بعدی میرم، نیکستن آسفالتن، از خروجی بعدی میرم برای برگشتن و خارج شدن. مسلمن گزینه صحیح گزینه هستش که ما باید وایتا فاقن کنیم. ایش فاق وایتا. گزینه اول صحیح هست. در سوال ششم اومده ودوش کن ایغ زیشت و اینترشتیکت ودن. دید شما از چه طریقی در واقع تحت تاثیر قرار میگیره؟ به این معنی که دید شما دچار مشکل میشه، تحت تاثیر دید بد قرار میگیره. گزینه اول دوش ابگنوتسته شبلتا. به این معنی که برفا کنها کهنه شده و ابگنوتسه شده، خیلی استفاده شده، به همین دلیل امکان داره که دید ما به مشکل بخوره. گزینه دوم این هستش که دوش دی لادونگ. لادونگ بار هستش، امکان داره که پشت ماشین شما بار زیاد گذاشته باشید و باعث بشه که دیدتون مختل بشه. گزینه سه دوش فشمیت شایبن. به این معنی که شیشه ها کثیف باشه. در اینجا هر سه تا گزینه صحیح هست. امکان داره در هر سه تا گزینه این امکان وجود داره که هر کدوم از این مشکلات باعث بشه که دید ما مختل بشه و تحت تاثیر بد قرار بگیره. سوال هفتم جملهش اینطور اومده. Was ist die Hauptfunktion der Kopfstütz im PKW؟ دوستان کوفشتوتس به معنی اون پشتی هستش که در بالای صندلی راننده و همچنین صندلی های جلو و عقب قرار داره و در واقع سر ما بر اونجا تکیه داره. حالا داره میگه که هاپت فونکسونیه
به معنی این هستش که اون کار اصلیش چی هستش در ماشین‌های پیکاوی، ماشین‌های سواری. دی کاف شد سه تا گزینه آورده. بس دی زیت پوزیسیون. میگه اون پوزیسیون و موقعیت شخصی که نشسته رو فبست بهتر میکنه. گزینه دوم اهود دی زیشهایت فو دی اینزسن. به این معنی که زیشهایت ایمنی رو برای اشخاصی که نشستن بالا میبره. اهود به اشاره میکنه به بالا بردن همون امنیتی که در زمانی صحبت میکنه. و گزینه سوم زیتس دن زیشهایت گوته آف در روکزیت بانک. به این معنی که ازتس یعنی جایگزین میشه با زیش هایس گوته که همون کمربند ایمنی هست. میشه اون رو به جای کمربند ایمنی استفاده کرد. در بین این سه تا گزینه، گزینه‌ای که باید شما بزنید زیش هایت هست، امنیت هستش. امنیت رو بالا میبره برای کسی که میشینه روی صندلی. پس گزینه دو رو علامت تیک و صحیح رو بزنید. سال هشتم یک عکس داریم که باز یک تابلوی راهنمایی رانندگی هستش. روش علامت دو تون رو زده. ما یک محور بین چرخا داریم. محور ماشین گفته میشه و در یک دایره قرمز رنگ قرار داره. سال به این صورت اومده. فور ویش فاسوگ ایست است به فاقن اینا زو به شیلده اتن شتخاص فباتن. به این معنی که برای چه ماشین هایی خیابون هایی که این تابلو رو زدن ممنوع هستش. حالا ببینیم که معنی تابلو چیه. گزینه اول تاتزش لیشه اکسلاست زوی تونن او باش خیتت یعنی فراتر رفتن. تاتزش لیشه به معنی چیزی که واقعی هستش. داره میگه که ورود ممنوع هستش برای ماشین هایی که وزن واقعیشون بیشتر از دو تن روی محور هست. گزینه دوم سولسی که گزمت مسه زوی تون نیش او باش خیتت. ماشین هایی که دو تون بیشتر نیستش وزن مجازشون. سولسی که به معنی مجاز بودن هستش، حد مجاز هست. و او باش خیتت هم گفتیم فراتر نیش او باش خیتت یعنی فراتر از دو تون نیست. و اما گزینه سوم سولسی که اکسلاس زوی تون او باش خیتت. ماشین هایی که حد مجازشون دو تون فراتر هستش. گزینه‌ای که ما باید علامت بزنیم گزینه اول هستش. دوستان زمانی که به صورت واقعی ما محورمون بیشتر از دو تون رو داره تحمل میکنه، در خیابون هایی که این تابلو قرار داره فربوتن هستن. علامت گفتیم دایره که دورش قرمز رنگ هست علامت فربوتن هستش. سال نهم واس به سایشنت من از سولسی که نوتسلست. اینجا از ما خواسته شده که نوتسلست مجاز رو ما نشون بدیم که منظور از نوتسلست چی هستش. دوستان عزیز سه تا گزینه داریم. اولین گزینه دی دیفرنس او سولسی که گزمت مسه اون لیه مسه. اینجا گزمت مسه بار کلی ماشین همراه با وزن ماشین رو از لیه مسه کم کنیم، دیفرنس بکنیم، از همدیگه کم بکنیم، این میشه نوتسلاس. گزینه دوم دی ماکسیما سولسی که سولادونگ. سولادونگ به معنی ظرفیتی هستش که اینجا میگه ماکسیمال، بیشترین ظرفیت حد مجاز رو میگه. گزینه سوم دی سولسی که گزمت مسه، ظرفیت مجاز کلی ماشین، وزن ماشین و همراه با بارش. گزینه صحیح اینجا دو تا داریم. اولین اون گزینه اول هستش که گزمت مسه، وزن کلی ماشین با بارش رو شما از لیه مسه ماشین خالی کم میکنید. این معنی نوتسلاست میشه، یعنی در واقع ما به تفاوت وزن کلی از ماشین خالی. و همچنین گزینه دوم گفته که وزن مجاز، ظرفیت مجاز در حد ماکسیمومش، یعنی بیشتری حدی که شما ظرفیت مجاز دارید، البته نه بیشتر از مجاز. اون هم جزو گزینه های صحیح هستش. پس گزینه اول و دوم گزینه های صحیح ما هستند. بریم سراغ سوال دهم و آخرین سوال این بخش. میگه واس ایز بایم راد ویکسل میت اینم واگن هیبا سو باختن. به این معنی که برای عوض کردن چرخ
ما از جک ماشین باید استفاده کنیم. حالا میگه چه چیزی رو باید حواسمون باشه، بختن داشته باشیم. واگن هیبا همون جک ماشین یا بالابر ماشین هست. خب اینجا ما باید چه چیزی رو حواسمون باشه؟ گزینه اول داره میگه که در واگن هیبا درف نور اندن فون فاسویگاشتلا به معنی این هستش که اون جاهایی که زمانی که ماشین رو تعبیه کردن، جاهای جک زدن رو مشخص کردن در زمان تولید، فیسگلیکتن آفنامه پونتن انگزیتز ویدن، در اون جاهایی که تعبیه شده گذاشته شده شما میتونید در اون نقاط جک خودتون رو بذارید. گزینه دوم دن واگن هیبا ایست ایما میتیگ ان در لینگ سایته دس فاسوگز ان سوبرینگن، به این معنی که شما در وسط طول ماشین جک رو قرار میدید. و اما گزینه آخر دن اون تک خوند زولت ایما شتابیل اون خوچفست زن، شتابیل یعنی ثابت، خوچفست به معنی این هستش که جایی که فست باشه، محکم باشه و لیز نخوره، خوچن لیز خوردن هستش. اینجا هم باز دوتا گزینه صحیح داریم، گزینه این که گزینه سوم که الان گفتیم که باید ثابت باشه و لیز نخوره صحیح هست. همیشه باید جکمون جایی باشه که لیز نخوره، جاش محکم باشه و همچنین در اون جاهایی که زمان تولید ماشین تعبیه شده ما از بالابر و یا همون جکمون استفاده کنیم. خب دوستان عزیزم، این هم از 10 تا سوال بخش سوم، بوگن سوم. برای تک تکتون بهترین ها رو آرزو میکنم. تا بوگن 4، خدا نگهدار.